سلام، بنده موشکاف مثل هر شب در خدمتم. آقا بعد از تناول زهر توسط صیدلی گدا و تدارک مقدمات باقی جرعه ها، طبیبان نظام به فکر نوشدارو افتادن و میخوان به ضرب و زور قرص و به کمپلکس و قرص جوشان و این حرفا یه جورایی این جنازه متحرک و حال بیارن. یکی از این قرصهای تقویتی آیت الله جک استراب و هیئت قضاییش بود. ما ایرانی ها به مهمان نوازی مشهوریم، اما آقای جک استرا، حالا که شما باز هم به ایران آمده اید، آن هم به نمایندگی انگلیس، حداقل توقع رعایت رفتار عرف دیپلماتیکی است که در سفر هیئت پارلمانی قبلی اروپایی رعایت نشد و از طرفی دیگر می توان منتظر ماند و دید که در شدت رفتار بدخواهانه انگلیس علیه ملت ایران آیا اندک تغییری حاصل می شود؟ بله، بدبختی ولایت اینه که کلکسیون امراضه، یعنی از یه طرف جماعت کوسه هیئت جمع میکنه تا بلکه نظامو از خفگی خلاص کنه، از اون طرف قضیه پارلمان اروپا پیش میاد و آپانتیس ازما رو میترکونه. خب میگم آقا، حالا یه سری به کنفرانس مطبوعاتی آیت الله جک استرا بزنیم، ببینید در زمینه مالش ریشه ولایت به چه درجاتی نائل اومده. جک استراو در جمع خبرنگاران در مجلس با حمایت از توافقنامه ژنو افزود از حقوق هسته‌ای ایران و تعهدات NPT برای همه کشورهایی که قصد استفاده صلح‌آمیز از این انرژی را دارند حمایت می‌کنم و معتقدم در اجرای مرحله اول توافقنامه ژنو نتایج مطلوبی حاصل شده است. خب این از اظهار نظرش تو تهران. حالا ملاحظه کنید، بعد از غلط خوردن تو بیت ولایت و دولاراس شدن جلوی حابیلیان به چه بصیرت عظما پسندی دست پیدا کرده؟ میخوام بگم که این یک دیکتاتوری تحت یک رهبر سیاسی اونگونه که گاهی در رسانه‌های غربی منعکس میشه نیست، اما در محدوده سازوکارهایی که ما برداشت میکنیم از اونجا میبینیم که یک سری مکانیزم‌هایی وجود داره که دموکراتیک هستن در سیاست ایران و سالهاست که اینگونه بوده. کفگیر! من موندم اینو با این عشق لایزالش به ریش و عمامه و دلارای نفتی چرا به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب نمی کنن؟ اما نکته موشکافانه قضیه اینجاست که زهر اتمی حتی حلوای جک استرا رو هم به کام عظما زنبود کرده. بفرمایید، این هم از ورق پاره بسیجیا، یعنی جوان. جک استرا در انگلیس گفت: موضوع مهمی که در این دو روز درباره آن صحبت کردم این بوده که کارمندان سفارت انگلیس و همه جای دنیا باید آزادانه فعالیت خود را انجام دهند. این لحن علاوه بر این که فریب کارانه و گستاخانه به شمار می آید، ولع بی حد و حصری که عده‌ای در خصوص سفر یک مقام نه چندان بلند پایه انگلیسی از خود نشان می‌دهند از روی چیست؟ آیا جز این است که این مسئله موجب ایجاد ادراک نیازمندی دولت جمهوری اسلامی ایران به روابط با انگلستان در طرف مقابل می‌شود و احتمالاً شده است؟ اینم از به کمپلکس تاریخ در رفته مماشات برای عضی زهر خورده. همینه علی وافوری، زهر اونچنان بلایی سر جسم ناقصت آورده که بدنت دیگه قبول نمی کنه، پس میزنه. پس بزن تو سرت و بگو علی خمارم، تموم کارم. علی خمارم بار بار زیر فشارم، بار بار یادی ندارم، بار بار تموم کارم، بار بار علی خمارم، بار بار زیر فشارم، بار بار.
سالا.